ايها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قسمت دوم برنامه همچنان که در زیرنویس مشاهده می‌فرمایید سیمای محمدی است. این ماه ماه ربیع الاول است و پیامبر اکرم در این ماه مبعوث شده و سخن امروز را راجع به بعثت نبوی می‌گذاریم. اولین بند در این موضوع نسب رسول الله علیه السلام. در جلسات گذشته ذکر شد که نسب درست مثل تاجی است برای اهل حق، اما اگر همین نسب درست با عقیده نادرست باشه هیچ ارزشی نداره. محمد قرشی است، ابو لهب هم قرشی است. راجب ابو لهب و بقیه مشرکان پیام خداوند به شدت بهشون هجوم میکنه. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب. راجب همه مشرکان میفرد انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مشرکان نجسان بعد از این سال که شما مسلمان تقوی قوی شدید دیگه اینا به مسجد الحرام نباید نزدیک میشن. شخصی که انسانی که خداشناس میشه بعد از خداشناسی مستقیم میشه، همه هم و غمش اینه که خدا را راضی کنه. اگر نسب شریفی داشته باشه، از خانواده مهمی باشه، این تاج افتخاریه. محمد ابن عبدالله علیه السلام ابن عبدالمطلب، ابن حاشم، ابن مناف، ابن عبد مناف، ابن قصی، ابن کلاب که نسبش به عدنان میرسه، جد عرب و مادرش آمنه بنت وهب از بنی زهره در کلاب بن مره، نسب مادرش هم به پدرش میرسه. و خداوند میفرماید الله اعلم حيث يجعل رسالته در سوره انعام آیه 124. خداوند میداند که رسالتش را در کجا بگذارد. چرا نفرمود خداوند میداند که امامتش را در کجا بگذارد؟ بلکه امامت دروغی بیش نیست. در صحیح بخاری پیامبر اکرم علیه السلام میفرماند که خداوند کنانه رو از فرزندان اسماعیل برگزید و قریش را از کنانه و از قریش بنی هاشم و مرا از بنی هاشم برگزید. اما سوالی که اینجا مطرح میشه
این سوال خوب توجه فرمایید. آیا نبوت یه امر کسبیه یا فقط به لطف خدا بستگی داره یا هر دوشون؟ به طور شک نبوت یک امریه که هدیه از جانب خداونده، لیکن یک جانبی از کسب درش وجود داره. شما همینطوری به کسی میگه آقا بیا شما رئیس جمهور شو، اصال از میکنم رهبر یک کشور همینطور علکی به کسی میگه آقا سر کوچه میگیره میاردش تو بیا استاندار شو فرماندار شو مگر در این جمهوری اسلامی؟ این خداوند در سوره آل عمران آیه 33 میفرماید ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین. خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران رو بر جهانیان برگزید. یعنی چی؟ بیا سیره تفسیر همه اینها باید یک نحوی ازش حرف بزنیم که درد خود ما بخوره بر زندگی روزمره مون. انسان وقتی که سعی همه کوششش اینه که خدا راضی کنه، خب همه کوشش یک انسان، یک جوان، این یک مؤمن اینه که خدا راضی کنه. از کمال خدا، از کرم خدا اینه که براش کاری مهیا میکنه که با رغبتش متناسبه. این از کمال خداست. بنده بارها مثال زدم، من اولین روزی که از ایران آمدم بیرون سال 92 میلادی، همه همغمم این بود که یه رادیو بزنم که صدامون به داخل برسه. دو سال طول نکشید که خدا یه برنامه تلویزیون میسر کرد. اولین برنامه فارسی به زبان فارسی در تلویزیون عربی بود، تلویزیون شارجه، که بعدن خرابکاری های دوستان باعث شد که این برنامه بسته بشه. آقای خدمتی و امثالشه. خب این هدف من اینی، اما هرگز ما این آرزو رو داشتیم ولی این توقع رو نداشت خدا این روز به ما تلویزیون بده، اما خدا ما یسر کرد. این از کمال خداونده، از لطف خداونده. شاهد موضوع کجاست؟ این که همیشه انسان دنبال رضای خدا باشه، دنبال کاری باشه که خدا راضی کنه. کارا دست خداست. خداوند وقتی میخواد یه فضلی رو ظاهر بکنه، اون فضل رو درت ایجاد میکنه، به دستو انجام میتونه. کار خودش یا، اما به یک شرط، به شرط اینکه خودت دنبال خیر باشید. ولذا در اثر اومده که خداوند میفرماید یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، ای بنی آدم مرا بخواه که مرا پیدا میکنید، اگر مرا یافتید همه چیز یافتید و اگر مرا از دست دادید همه چی از دستت رفته و من از هر چیزی پیشت محبوب ترم. شما وقتی دنبال رضای خدا هستید، خداوند برات یک عملی مهیا میکنه که از خلال اون عمل خدا رو راضی کنید و ترقی کنید و برای همیشه برای ابدالآباد سعادتمند باشید. به جای اینکه قبر رو راضی کنید، مرده رو راضی کنید که ناس شما هیچ خبر ندارن، چرا خدای زنده رو رها میکنید میری پیش اینان؟ ابن آدم کن لی کما ارید اکن لک کما ترید، ای بنی آدم بر طبق اراده من باش، من به ارادت جامعه عمل میپوشونم. طبق اراده من باش، به من نگو چی شادمانت میکنه. انت تورید و انا اورید، تو یک اراده داری من یک اراده دارم.
فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد. اگه تسلیم اراده من باشید از اون چی که میخواهی تو رو راحت میکنم، اما اگر تسلیم اراده من نباشید اطعبتك فيما تريد، در بر مراد تو رو به زحمت میندازم، آخرش هم جز آنچه که من بخوام نمیشه. یه مثالی از کنم که اینو نزدیک کنه و توضیح بده. اگه یه دولت بخواد یه سفیر رو در یک کشور مهم بفرسته، چیکار میکنه؟ حتما از انسانهای باسواد میفرسته که دولت دنیا عاقلان اینطوری هست. نمیری بسیجی نمیفرسته، نمیری بی سواد نمیفرسته، یه شخصی که حداقل درجه دکترا داشته باشه، آگاه باشه. در بعضی از دولت ها شرط میذارند که تحصیلاتش ادبی باشه، علمی باشه، حقوقی باشه. خب این تحصیلات همش از کسب اون شخصه. خب لیکن این همش از کسب خودشه، لیکن وقتی که تعیینش میکنن اون موقع سلاتای زیاد شایستگی زیادی بهش میدن. آقا این مثلا دستگاه دیپلماسی کشور در اختیار شماست، یه کتابش میدن راجع به اون کشور. یعنی چی؟ میخوام بگم که یه جانب کسبیه، یک جانب انتخابیه. جانبی که کسبیه خداوند اینطوری ازش حرف میزنه، الله اعلم حیث یجعل رسالته، خداوند آگاه داره که رسالتشو کجا بذاره. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران للعالمین. اما پیامبر اکرم علیه الصلاه والسلام و علی آله و صحبه الکرام میفرماید من در بهترین نسل ها هستم. توجه فرمایید، میگه بهترین نسل نسل منه. شیعه میگه بدترین نسل نسل اونه. الان شما رو به خدا این چه پیغمبری که اینو درست کردن؟ رسول خدا میگه بهترین نسل هم نسلان منن. اینا میگه همه مرتدن، اینا باز خودشون رو مسلمان میدونن. یه خود بیدارش انصاف هم چیز خوبیه. کی راست میگوید، پیغمبر یا از خمینی تا کلینی؟ یک مش دزد خائن، یک مش رشوه خوار سیغه کن. وقتی ما این حرفا رو میزنیم بعضی از بی خبران میگه آقا شما مثلا ما اهانت میکنید. آقا این مذهب به شما اهانت کرده، ما اهانت نمی کنیم به شما، اینا که به شما اهانت کردن، ولی شما خوابید. بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، من از میان قرنهای بنی آدم، نسلهای بنی آدم در بهترین نسلی مبعوث شدم. این حدیث بخاری روایت میکنه. در حدیث دیگه که هم بخاری روایت میکنه هم مسلم، در تأکید خیر القرون بودن هم نسلان خودش میفرماد خیر القرون قرنی ثم الذين يلون ثم يلونهم ثم الذين يلونهم. دوستان خواهش میکنم الان زنگ نزنید، یک نیم ساعتی صبر کنید. بهترین نسل ها، بهترین قرن ها قرن منن، یعنی اونایی که با من هستن. بعد از اون کسانی که بعدشون میان، بعدشون با نسل سوم. در روایت دیگه میاد که بعدش هرج و مرج میشه. خب حالا ممکنه یه نفر بگه که آقا یعنی چی این حرف؟ یعنی چی ما امروز در عصر پیشرفتیم، در عصر اختراعاتیم، در عصر اینیم که انسان بر طبیعت مسلط بشه، چطور پیغمبر قرن خوش و خیر و قرون مینامه؟ این نسبت به سعادت ابدی یک پیغمبر خدا داره حرف میزنه، نه نسبت به شرف دنیوی. اگر دنیا همه چی خوب باشه، همه چی طبق مراد باشه، شاید انسان همین دنیا، دنیای فریبنده، یک حائل و حجاب باشه بین انسان و بین خدایش. اما بعضی از شدایت که اینها رو من زیاد توضیح دادم به فضل خداوند، بعضی از شدایت
ظاهرا شدت مرض سختی تنگ دستیه، لیکن همینا کمک انسانی بر طاعت خداوند. بارها عرض کردم شما مساجد نگاه کنید، مساجد درست و نه مساجد زرا رو، ممکنه 90% مردمش با یک مشکلی اومدن به طرف خداوند. بلیس این آیه رو همیشه یادمون باشه، اصلا ان تکرهوا شیئا هو خیر لکم، چه بسا چیزهای شما بدتون بیاد براتون خیره، خوشتون بیاد براتون بده، والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه شما نمیدونید. سوره بقره آیه 216. پس خیریت قرن پیغمبر، بهتر بودنش، افضلیتش مرتبط به سعادت ابدی انسانه. اما امروز انسان غرق در لذت هاست، غرق در شهوت هاست، لیکن وقتی ملک الموت که میاد او موقع احساس خسارت میکنه، وقتی که کار از کار گذشته. قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، سوره زمر آیه 15. بگو زیانکاران کسانی هستند که خود و خانوادهشون روز قیامت از دست دادن، خسارات کردن. بدترین خسارات، خسارات خود انسانه. پیغمبر خدا در بهترین قرن متولد شد، نسلی آفرید که در تاریخ بشر بی نظیره. یک کتاب راجع به سیره بخونید، امروز شما هیچ عذری ندارید که نخونید. با یک فیلتر شکن وارد سایت عقیده بشید، یک کتاب سیره نبوی بخونید، مثلا کتاب های دکتر سلاوی رو، فارسی هم ترجمه شده. پیغمبر خدا اندر قد متوسط القامه بود، نه خیلی لاغر بود نه خیلی چاق، سینه عریضی داشت، دست و قدمهاش نسبتا چاق، دستش پهن، و در پشت کتفش ختم نبوت بود. چهرهش نیک صورتترین انسان بود، به سفید گل رنگ شبیه بود، چهرهش دایره مانند بود، و دهنش اندازی بزرگ تقریبا، چشماش بزرگ، موهای زیبا، و از موهاش جز اندکی سفید نشده بود، و به اضافه اینکه خداوند بهش حسن یوسف و دم و عیسی و ید بیزا دارید، آنچه خوبان همه دارند تو تنها دارید، حواسش، اعضاش سالم بود، به مظهر خودش خیلی اهمیت میداد، منظر زیبایی داشت. ولذا مؤمن همیشه باید به مظهرش هم اهمیت بده، به لباسش، به ظاهرش. در اثر آمده که جاتون رو تمیز کنید، حسن و لباس کنید، لباساتون رو زیبا بکنید، تا اینکه در میان مردم ویژگی داشته باشید. شما وقتی با یک انسان ملاقات میکنید، اولین برداشتش از شما چیه؟ از شکل شمایلتون، از مظهرتون، از تمیزیتون، از خوشبوییتون. برای که شما نماینده و سفیر این دین عظیم باشید، حتما باید به مظهرت اهمیت بدید، به نظافتت، به ظاهرت. اینا همه جزئی از دینه. پیامبر اکرم فرمود نظافت از ایمانه. اما راجع به اخلاق پیغمبر، تا دلت میخواد حرف بزن، لیکن هرگز به این مطلب نخواهی رسید، به این عظمت که خداوند فرموده و انک لعلی خلق عظیم، تو بر خلق عظیمی هستید. اخلاق یک جانب کسبیه در انسان. خداوند به پیغمبر عظیم و شنش همه وسایل دعوت رو داده، یک حافظه بی نظیری بهش داده، سنخره و کپره تنسا، عجله نکن، ما این کتاب برات میخونیم و فراموشش نمی کنیم.
شکل بسیار زیبایی بهش داده، صورت دوست داشتنی بهش داده، فصاحتی بهش داده که بعد از اون فصاحت نیست. میگه من شخصی از قریشم و فصیح‌ترین فرد عربم، در این هیچ شکی نیست. و علاوه بر این یک نسب بزرگ بهش داده. اما هم با همه این نعمت هایی که بهش داده، وقتی که تعریف ازش کرده، یک چیز رو تعریف کرده، فرموده که از اخلاقش. با عنوان مثال، شما وقتی بر فرزندت یک خانه درست میکنید، یک خانه بهش میدید، جشن برای خانه نمیگیرید، لیکن وقتی فرزندت شاگرد اول بشه جشن میگیرید. چرا؟ برای که اصل در اینه که انسان با اونچه کسب کرده تعریف میشه. در مقابلش، شما وقتی یک انسانی رو که ازش خوشت نمیاد، از شکلش بد میگید، بد قیافه، بد شکل، این چیه؟ این اعتراض به خلق خداونده. یک بار همسرش، همسر پاک دامنش عایشه صدیقه، راجع به خواهرش صفیه گفت که کوتاه قده. پیامبر فرمود که کلمه ای گفتید که اگر تو دریا بندازی دریا رو فاسد میکنه. امام ترمذی اینو در سننش روایت میکنه. یعنی چی؟ یعنی خیلی اشتباه که انسانو به خاطر چیزی شما ایراد بگیرید که کسب خودش نیست، سیاه سفیده، خب میگه دست خودش نیست که، این از خلقت خداونده. گویا که از خلقت خدا، گویا که به خدا ایراد میگیرید. ورزا بنده بارها ایراد گرفتم که چرا شما کسی به خامنه بگه دست چی یه دست، گفتن گناه او چی که یه دسته، خودش در رفته دست شو بریده. این اعتراض به تقدیر خداونده و این شایسته مؤمن نیست. پیامبر اکرم در افعالش خداوند کمال نصیبش کرده، در اخوالش، در افعالش، در شمایلش، در شکلش، در فصاحتش، در بیانش، و سرور فرزندان بنی آدمه و معجزات بهش داده شده، قرآن بهش داده شده، وحی بهش داده شده، با خداوند با نصرتش رو تایید کرده. اینها با همه این صفات، با همه این صفات که هر کدومش یک نعمت بزرگیه، خداوند بهش فرمد تو ای پیغمبر با همه این صفاتی که دارید، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. در سوره آل عمران آیه 159. اگر سنگدل می بودید، غلیظ القلب می بودید، سخت می بودید، مردم از گرد برت می رمیدن، فاعف عنهم، ببخشدشون، استغفر لهم، برشون طلب مغفرت کن، و شاورهم فی الامر، و باشون مشورت کن. خب این پیغمبر. اما امروز ماها که نه فصاحت داریم، نه شکل و شمایل فلانی، نه اون نسب لازم که پیغمبر داشته، نمیدونم نه معجزه‌ای، نه وحی، نه هیچ کدوم از این امتیازات، بعد بیایم فخر فروشی کنیم، بیایم خودمون رو از دیگران بهتر بدونیم. این ظلمه. وقتی خداوند پیغمبرش این چونی میفرماید، این درسیه بر بقیه دعوتگران. همچون که میدونید دوستان ارجمند، من و شما آزاد آفریده شدیم، یعنی که مجبور نیستیم در همه چی. بدلیل اینکه خداوند فرمود این نهده نه و سبیل، اما شاکرم و اما کفورا، ما راه بهش نشون دادیم، یا شکر گذار میشه یا کفران میورزه.
من شاف اليوم ومن شاف اليكبر، هر که میخواد ایمان بیاره، هر که میخواد کفر بورزه. و چندین آیه در این مورد. لیکن آیا همچون که معتزله میگن و شیعیان وارث کلامی اونها هستند، من شما در همه چی آزادین، پدر مادران من شما رو خودمون انتخاب کردیم، این که انسان مرد باشه یا زن، پدرش کی باشه، مادرش کی باشه، مکان ولادتش کجا باشه، زمان ولادتش کجا باشه، هیچ کدوم اینا در اختیارش نیست. اینها همش جنبه اجباریه. لیکن این نقطه رو خوب توجه فرمایید، یه مژده بزرگیه. در همه اون چی که من شما اختیار نداشتیم بهترین چیزه. ورثه امام غزالی خدا رحمتش کنه میگه که لیس فی الامکان ابدا مما کان، در امکان من شما بهتر از چیزی که خدا به من شما داده نیست. ورثه یقینا این اعتقاد رو داشته باش که در همه اون چرا که من شما درش اختیاری نداریم 100% اون مصلحت شماست. رازش بعدها کشف میشه وقتی که روز قیامت خداوند در اون چیزی که من شما اختیاری نداشتیم راز رو برات کشف میکنه، از محبت خداوند انسان مثل شمع ذوب میشه. و پیامبر اکرم علیه السلام تنها الگوی کامل من شماست. ولذا وقتی که از عایشه صدیقه سوال شد که پیغمبر چگونه بود، فرمود که کان خلقه القرآن، همچنان که ما مسلم روایت میکنه اخلاقش قرآن بود. یعنی چی؟ بعضی ها میگن که قرآن این طبیعت ناطقه و قرآن و طبیعت قرآن صامته، پیغمبر مجسمه قرآن، قرآنی که راه میرفت در همه چیز قرآن رو پیاده میکرد. یعنی چی؟ یعنی که انسان، مردم با سخن متاثر نمیشن بلکه با رفتار متاثر میشن. حرفو که از گوش بشنوند از گوش دیگه رد میکنن، لیکن با چشمشون میبینن که شما چیکار میکنید. حالت انسان خیلی مهمتر از سخنشه. و این درس بزرگیه بر معلمان، بر پدر، بر مادر، بر مربیان. حالت یک انسان از هزار نفر گوینده مهمتره. نیروی تأثیر از فصاحت نیست، بلکه از صدق اون شخصه که چی میگوید. و کسی که دعوت به خدا میکنه سخنش دقیق نباشه، حق و باطل رو قاطی کنه، با اسلوب غیر علمی دعوت کنه، با اسلوب غیر تربوی دعوت کنه، یا دو شخصیت باشه، پشت برنامه یه چیز باشه، روی برنامه یه چیز دیگه باشه، جلوی مردم یه شخصیت داره، بیرون یه شخصیت دیگه، چون این شخصی، چون این اشخاصی مانع راه خدا هستند. و کسانی که دیندار نمیشن به وسیله اینها، گناهشون گردن اینهاست علاوه بر خودشون. و رضا خداوند یکی از گناهان بزرگ این میدونه که من تقولوا علی الله ما لا تعلمون، در دین خدا چیزی بگید خودتون نمیدونید. یا در روایتی ان هذا العلم دین فانظروا ممن تاخذوا دینکم، این علم دینه، بنگرید از چه کسی دینتون رو میگیرید. عبدالله ابن عمر همیشه میگفت که ای ابن عمر، دینت که از گوشت و استخوانت مهمتره، بنگر که دینت را از چه کسی میگیرید. دینت را از کسی بگیر که مستقیم بودن، نه از کسانی که از استقامت خارج شدن رضی الله عنه.
وقتی سیره پیغمبر رو مطالعه میکنیم میبینیم که تواضعی داشته که همراه با هیبته. ببینید دوستان، فضیلت همیشه وسط بین دوتا رذیلته. یعنی چی؟ بیباکی، نترسی، نمیدونم تا حد جنون، یه رذیلته، شجاعت نیست. برعکسش ترسه، اونم یک رذیلته. اما شجاعت چیه؟ بین این دوتاست. یا بخل، بخل رذیلته. اسراف مال، تبذیر مال، این هم یه رذیلته. اما کرم چیه؟ بین تبذیر و بین بخله. ولذا همیشه فضیلت وسط بین دوتا افراط و تفرید. افراط گرایی، تندروی خیلی آسونه. اینکه انسان مثلا در خونش فرعون باشه آسونه، میر غضب باشه، همه بچه هاش هر روز بزنه آسونه، یا اینکه اصلا رهاشون کنه، اینم آسونه. لیکن مردانگی در کجاست؟ اینکه بچه هاتو چنان تربیت کنید، شب روز بهشون زحمت بکشید که دوستیشون با بی حد هست باشه و در این حال هیبتت بمونه. منهج وسط همینه، اسلام وسط همینه. پیامبر خدا متواضع بود اما همراه با هیبت. یه موقع انسان رو میبینید گدا اگر تواضع کند خوی اوست، خویشه، تواضع ز گردن فرازان نیکوست. یه موقع یه انسان رو میبینید چنان متواضع که سرشو بلند نمی کنه. حضرت عمر یکی رو دید اینطور گفت آقا سرتو بلند کن، دین ما رو ذلیل نکن. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، کسی که مورد تعدی قرار میگیره باید از خودش دفاع بکنه. و گاهی بعضی اشخاص افراط میکنن در تواضع، بخصوص در میان صوفیان. این ذلته. در پیش متکبران نباید تواضع کرد. اعرابی مثالی دارن، میگن تکبر برای متکبر صدقه. پیامبر اکرم علیه السلام قبل از جنگ بعضی از اصحاب شدید که با تکبر راه میرن، با فخر راه میرن. پیامبر فرمود که این راه رفتن یک خداوند ازش بدش میاد جز در اینجا، در میدان جنگ. میدان جنگ اینجا، یعنی طرف دشمنت قویه، اینجا باید قدرت نشون بدید نه ضعف. و اما تواضع را انسان با هیبتش همراه کنه و حیایش با شجاعت بود. ببین یه شجاعت داریم، یه وقاحت داریم. شجاعت غیر از وقاحت و زشتگوییه. گاهی ها مثلا بعضی خجولن، خجالتی هن، یک مرض روحیه. و بین این و بین حیا تفاوت باید قائل شد. حیا از علامت ایمانه، ایمان و حیا متلازمن. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چنان با حیا بود که از دختران در هجلاشون با حیا تر بود. یه شخص رو اجاره کرد، بعد دید که این در جلوی مردم لخت آبتنی میکنه، گفت آقا بفرمایید این اجارت بفرمایید، شما وقتی از خدا شرم نمی کنید ما نیازی به کارتو نیست. یعنی حیا علامت ایمانه. در حدیثی که امام مسلم روایت میکنه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماند که الایمان بدء و سبعون شعبه، ایمان 70 و چند شاخه، بالاترینش لا اله الا الله، کوچکترینش اینه که اشغالی را سر راه مردم برداری. و الحیا و شعبه تو من ایمان، حیا شاخه از ایمانه. کم طور که عرض کردم
تفاوت بین حیا و بین خجالتی بودن. مثلا این که شما خجالت بکشید حق تو طلب کنید، خجالت بکشید که کسی رو نصیحت بکنید، خجالت بکشید که اصلا کلمه نه از دهنت در نیاد. از دقیق ترین صفات پیغمبر یکیش این بود که کسی اونو ناگهانی میدید از هیبتش یعنی متاثر میشد، کسی با او کار میکرد اونو دوست میداشت، هم هیبت و هم دوست داشتنی. یه نفر اونو دید لرزید، گفت چرا میترسید، چرا میترسید؟ من پادشاهی نیستم که از من بترسید، من اسم من فرزند زنی هستم که فلان غذا رو میخورد. غذا ساده ای بود. لذا مؤمن، مؤمن راستین هیبت داره، از دور وقتی باش هم سرکار پیدا میکنه دوستش خواهید داشت. این صفت رو من در مولانا عبدالعزیز زیاد میدیدم، هم با هیبت بود و هم وقتی انسان باش تعامل میکرد نزدیک دوست داشتنی بود. و پیامبر خدا علیه السلام کریم بود، صادق بود، در کرمش صادق بود. از دورترین مردم از تظاهر و از ریا و از ظاهر سازی بود. گاهی انسان لحظش پیدا میکنه، میخواد ظاهر بشه، بخصوص این تلویزیون های فتنه بزرگیه. گاهی انسان مثلا یک کمک بزرگ برای یه مسجد میکنه، لیکن شرط میذاره که آقا در مثلا در فلان در منارش نوشته بشه که این از فلان محسنه، از فلان نیکوکاره. این حب ظهوره و این مرضه. اخلاص چیه؟ اخلاص اینه که عملی رو که انجام میدید اگه دیگران تعریفت کنن بیشتر نشه، انتقاد کنند کمتر نشه، یعنی متاثر نشید. الهی انت مقصودی و رضاك مطلوبی. ای بار خدایا مقصود ما توی و مطلوب ما رضاته، خوشنودیته. انسان وقتی که دنبال مد و ثنای دیگران بگرده ضعیفه، دلالت ضعفشه. وقتی اخلاص انسان ضعیف بشه امید مد و ثنا از دیگران داره. اگه مد و ثناش نکنن سوال میکنه آقا مثلا یکی دعوت کردی غذا چطور بود، انشاءالله که خوشمزه بود، یه کاری میکنه که شما تعریف کنی از خانهاش، از غذاش، از یعنی کاری کرده. این حالتیه که انسان دوست داره که دیگران مدش کنن، یه مرض دیگه. ولذا از لوازم اخلاص اینه که شما هیچ اهمیتی به مد و ثنای دیگران یا حتی به انتقاد دیگران ندی، در کار تاثیر نذاره، مادام شما دنبال رضای خدا هستید. یکی از علامت های اخلاص هم همینه. و از علامت دوم اخلاص اینه که عملش پیش مردم یا پشت مردم تفاوتی نمیکنه، خلوتش جلوتش یکیه، ظاهرش باطنش یکیه. راجع به اخلاص پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم انشاءالله که مثال های دیگری رو در جلسه دیگه، در امروز جلسه ششممون بود، جلسه هفتم انشاءالله فردا اگه خدا عمری بده ادامه میدیم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.